دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی آرزو میکنم تا این لحظه موارد که در برنامه صبح زندگی تقدیم شما شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه موضوع خیلی در روزای پنج البته در رابطه به اپلیکیشن و کودک است که این خیلی گپ مهم و اساسی است تا اینکه ما خانواده ها بیشتر توجه داشته باشیم کسی که اطفال نازنین دارن میتونن از تاوان کودکی تربیت سالم داشته باشن تا اینکه خدای نخواسته اطفال خشن بابار بار نیاریم اطفال معثر باشه در جامعه تاثیرات بسازای خود داشته باشه و نقش اصلی و اساسی خود ایفا بکنه ادامه صبح زندگی است و مهمان عزیز ما همچنان اسمت الله روانشناس در رابطه به موضوع خیلی اساس کودکا کودک, ها کودک ها صحبت می میخواهیم داشته باشیم که کودک افکارش و کودک که با چند زبان میتونه هم زبان صحبت بکنه کدام زبان ها بیشتر یاد گیر. میتونه یاد بگیره این همه است که ما میخوایم از جناب استاد اسمت آشیمی که در بخش روانشناسی فعالیت دارن بشنویم و بدانیم و شما خانواده ها هم میدانه که این پنج هر پنج شنبه در رابطه با اپلیکیشن من و کودک هم بدانیم و در رابطه با موضوع خیلی اساس که ما چگونه میتونیم اطفال ما تربیت بکنیم تربیت سالم داشته باشیم و تایی که بتونه اطفال ما و جامعه ما اثر خب امروز هم روز آخر هفته هست پنج شنبه هست و خیلی ها شاید رخصت باشن در رخصتی هستن و خیلی از جوان ها هستن که دوست دارن شجاع باشن دوست دارن دلیر باشن و همیشه تلاش میکنن که برسمن و خیلی ها هستن تنبلی را به خود اختصاص میتن نباید ای جوان هیچ نوجوان تنبل نباشد تنبل از زمانی که فرد تنبل میباشد تنبل که از همه امورات اجتماعی و زندگی خود دور میباشند و کوشش بکنیم که همیشه قوی باشین و درخشش خوب داشته باشین قسمی که میگن انسان از تلاش و الماس از تراش می درخشه پس ببینیم که ما شما تلاش بکنیم زمانی که تلاش بکنیم طبعا درخشش خوبی می داشته باشیم اگر تلاش نداشته باشیم پشتکار نداشته باشیم فعالیت نداشته باشیم مطالعه نداشته باشیم معلومات موفقی نداشته باشیم پس ما انسان ناتکمیل گفته میشیم پس ما جوانی گفته میشیم که شاید معثر واقعی نشیم به خود ما به جامعه ما به خانواده ما نقش اصلی و اساسی را خانواده ها دارد تا اینکه بتونن به جوانای خود نوجوانهای خود راهی را نشان بده و مسیر را برشان رهنما باشد تا اینکه اونا آینده خوبی داشته باشند و اونا بتونن سرنوشت خود و خانواده خود به وجه اصنش و به خوبی هایش رقم بزنن و ما اگر خانواده ها نتونیم در قسمت تربیه اطفال خود در قسمت تربیه جوان های خود نو جوان های خود امو وظیفه ایمانی ویژانی خود رو ما را ادا نکرده باشیم مقصر خود ما هستیم پس توقعیم نداشته باشیم که اطفال ما چی کرد جوان ما چی کرد چی شد کجا رفت بیاین که شما یک راهنمای خوبی باشین شما اگر مسیر خوب را انتخاب کردین طبعا اطفال شما هم در مسیر خوبه قرار می گیرند و مسیر خوب را انتخاب کردند و به جا نخواهد رفتند ما را همراه باشین ادامه صبح زندگی و مهمانان عزیز ما که امروز هم در برنامه صبح با ما می باشند البته در بخش صدای شما آقای میمند شاه احمدزایی که مهمانانشان همچنان می باشند که مشکلات امنیتی که شما در هفته دو بار بیننده این بخش ما هستین که روزای یکشنبه شنبه با صحبت سوالات شما و مشکلات های را یاداشت میکنه و روزهای پنج شنبه همچنان در برنامه با مهمانانشان تشریف میارن تا اینکه مشکلات ما و شما حل باشه آقای اسمت لاشمی روانشناس همچنان رسیدن تا چند لحظه دیگر در برنامه صوب زندگی با ما میباشن در مورد موضوع, موضوع خلاصات صحبت های می داشته باشیم حالا هم اپلیکشن دیده و دوباره برمید بار خوش آمدید ادامه صوب زندگی یک بار دیگر صوب زیبای شما متلان عزیز بخیر خیر اسمت شمی روانشناس با ما هستند در صبح زندگی میخوایم در رابطه به یادگیری کودکان که چند زبان یاد بگیرن و آیا یادگیری خوب است یا خیر میخوایم بیشتر بدانیم آقای شمی سلام صوبتان به خوش آمدید به صوب زندگی شکر سپاسگزارم از شما بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند بزرگ صلوات بر محمد و محمد عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بیننده هایی که همین اکنون بیننده برنامه زبای شما هستند امیدوار هستم که امروز هم خوب و عالی آغازگر بوده باشند و تا آخر با اتفاقات رو خوب رو برو باشند انشالله که همه ما بتونیم با اتفاقات خوب با اشخاص افراد خوب مثل شما که امروز اول صبح مقابل شدیم موضوع خیلی اساس در رابطه چون اطفال سرمایه هر کشور است زمانی که ما اطفال خوب تربیت میکنیم زمانی که اطفال خوبی می داشته باشیم تا جامعه سالم باشیم زمان خدای نخست این اطفال است که بزرگ میشه اگر خشن به بار می باز جامعه هم فاسد است بین در رابطه با یادگیری زبان کودکان می بدانیم که همزمان با چند زبان و چند لسان که اینا بلد شوند آیا قسم یادگیری برشان چی گونه هست خوب یا مثبت یا منفی آه شکر احمدی صاحب عزیز و گرامی خب طفل زمانی که در یک خانواده بزرگ میشه طبعا با خواص و خصوصیات او خانواده بیشتر آشنا هست و خیلی ها سوال میکنن و اینجا سوال مطرح هست که یک طفل با یک زبان خوب است بزرگ شوه یا همزمان چندین زبان در دوران طفولیت میتونه یاد بگیره اگر دقیق بیان بکنیم احمدی صاحب بزرگوار یک طفل دو ساله یا یک طفل یک ساله تریلیونها اعتصال در ذهن ای میباش در مغز ای میباشه تریلیونها اعتصال که اگر ما ببینیم دو برابر یک انسان بزرگ اتصال های مغزی در ذهن او می باشه و حجرات رشد کرده می باشه و می بیشتر و راحتر ای بتونه یاد بگیری یک زبان اگر سوال ایج که آیا خوب است یا بد است که یک زبان را یاد بگیره یا خیر از نظر ما و از نظر خیلی از عصب شناسا و روان شناسا این سوال باید جوابش مثبت باشه که خوب است که خوب در دوران طفولیت چون آسان تر است برای یک یادگیری زبان های مختلف مثلا کودک زبان مادریش دری هست ولی زبان پدریش پشتو هست مادر بایش دری صحبت میکنه پدر بود پشتو صحبت میکنه نگران نباشن که نه نب. فرزندم شاید یاد نگیره نه هر دو زبان خیلی خوب یاد میگیره چون در دوران طفولیت یادگیری زبان ها برش آسان است و حتی میتونه زبان های دیگر هم در کنارش یاد بگیره چون ما گفتیم اتصال سلولها ها در دوران طفولیت برای بسیار زاد آسان است در مغزش و به نهایت آسان تر و خوبتر تر میتونه واژه ها را بفهمه و درک بکنه نسبت به انسان بزرگ و خوبتر تر میتونه یاد بگیره یک زبانه و بهتر و آسان تر میتونه تکلم بکنه وقت بزرگ شوه یعنی به شکل بسیار زیاد واضح من بران بیان کرده می توانم که در دوران طفولیت به نهایت آسان است برای یک طفل برای یک طفل دو ساله سه ساله چهار ساله که بتونه راحت تر زبان ها را یاد بگیره اگر چند دین زبان باشه دو زبان باشه سه زبان باشه در کنار زبان مادری خودش طریق هایی که باید ما کودک ما بفهمانیم که ما به زبان دری پشتو یا زبان های خارجی با خودت صحبت میکنیم چی سن خیلی تاثیر خوب میگذاره بالای روح روان کودک ما یک قسمت یادگیری بیشتر بدانه و بفهمم سلامت باشین احمدی سب در سنین دو سه الا چهار سالگی یا تا هفت سالگی را که ما این دوره را دوره موازبت طفل میگیم اه. یا بیشتر ما میتونیم بگیم که از دوران یک سالگی تا هفت سالگی استپوان است برای آموزش برای ای که بتانه یک طفل با خودش آشنا شود با فامیلش آشنا شود با اعضای فامیلش آشنا شود با یا بالاخره تکلم بکنه بیشتر اوقات حتی ما اگر ببینیم افراد اشخاص مشهور مثال داده میتونیم حالا انشتین تا 8 سالگی زبانش کار نمیداد, نمیداد. حالا او ذاتی بود اما او تلاش کرد بالاخره صاحب تکلم شد خیلی از خانواده ها امروز نگران هستند طفلشان درست صحبت کرده نمیتونه بند بند میشه زبانشان و اینا نگران هستند دکتر شاید مشکل زیاد شونه بعضی از اطفال هستن که درسته تا سنین بالاتر از ده سالگی وقتی چنین مشکل را داشته باشن اینا خوب نمیشه ولی قطعا وقتی سنش خورد است بند بند می باشه اما این خوب میشه ولی ما گفتم میتونم در سنین از یک تا هفت سالگی بهترین زمان است برای ای که بتونیم ما او رو کمک بکنیم در کنار زبان های مادری و آلا پدریش زبان های دیگر برای او یاد بتیم خیلی ها میگن دکتر مثلا برای او استاد خانگی گرفتیم خیلی کار خوب انجام دادی یا مثلا ما او روان کردیم امروی که بیادر خوردش چهار ساله و پنج ساله از کوبره فقط آشنا شو. این هم بیشتر کمک میکنه. فقط آشنا. حالا شما اپلیکیشن من و کودک از مزایش گفتن خیلی یک اپلیکیشن خوب هست. خیلی کمک میکنه مادرها و پدرها در قسمت تربیتشان، در قسمت تربیت اطفالشان و همچنین در قسمت اینا که زبان زبانهای مختلف را یاد بگیرن. حالا شما میدونن از دوران یک سالگی تا هفت سالگی را طفل هر زبانی که پدر و مادرش با او صحبت بکنه یاد میگیره. مثلا معمولا اگر پدرش زبانش داری باشه مادرش زبانش پشتو باشه طفل این دو زبان یاد میگیره طبیعی است بله بله این دو زبان بسیار راحت تر یاد میگیره بله. در کنارش خوب است که برای اینا مثل زبان, مثل زبان, که زبان های بین المللی مثلا زبان انگلیسی است حالا مثلا زبانی که بسیار مهم است یا زبان داخل افغانستان ازبکی است به اینا یاد بدن یا زبان خارج از افغانستان که کمک میکنه اینا مثلا زبان انگلیسی یا انٹرنشنال لنگویج یک زبانی است که خیلی مهم است که باید یاد بگیرم. مثلا در بزرگسالی سخت است بالاتر از 25 سالگی سخت است که ما بتوانیم یک زبان خوب یاد بگیریم ولی در این سنین ما میتونیم بسیار راحت تر و آسان تر یک زبان یاد بگیریم و درک بکنیم و بالاخره بفهمیم که الان این زبان چه ما کمک میکنه محیط چقدر نقش به سازای خود داره آه. که اطفال نموی خوب و یا یاد قسمت یادگیری خوبتره بتانه اثر شده سوال خوب خب محیط قطعا تاثیرگذاری خود را داره اگر ما بگم نه محیط تاثیرگذار نیست قطعا محیط تاثیرگذاری خود را می داشته باشه وقتی یک طفل در خانه می باشه با محیط خانواده آشنا هست با خواص پدر آشنا هست با مادر مثلا برادر خواهر کاکا ماما با اینا خوب آشناست وقتی از محیط خانواده که حالا ما می توانیم بگم یک نهاد خوب هست خانواده پا میگذاره به محیط حالا دوستان اقارب افراد اشخاص هستن در محیط که قطعا تاثیر گذار می محیط اگر مثلا مثل محیط افغانستان کلام مثال که خیلی ها نمیگم به تربیه این واژه را قبول ندارم به تربیه اصلا همه تربیه دارن اما بله. غلط, غلط. ها درست تربیه دارن خیلی غلط نمیگم به تربیه محیط افغانستان خیلی ها غلط تربیت شدن آن گونه ای که شایسته هست آن گونه ای که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آن گونه که قرآن به ما درس می آن گونه تربیت ما نشدیم آن گونه ای که واقعا باید تربیت میشدیم نشدیم, پس محیط ما کاملا بالاخر آسیب دیده و حالا آسیب زا هست برای طفل پس نهایتا باید خانواده ها محتاط باشند در قسمت تربیت اطفالشان و یک محیط خیلی ها موثر است خیلی ها تاثیر است <applause> بالای روان یک کودک بالای روان یک طفل که او در بزرگسالی آیا به جای خوب میره یا خیر یا آیا زبان یاد میگیره یا خیر قطعا تاثیر گذار است میبینید شما واژه های را یاد میگیرن <applause> از طفلای کودک ما مثلا کودک ها در کنار ما واژه های را یاد گرفت اصلا ما خود ما ایران میمانیم که از کجا یاد گرفتی باشه ما خبر بر تو گپ نه گفتیم یا مثلا دختر می گپ بر تو خونه نگوفته بودم اما وقتی رفته در اجتماع با افراد اشخاص دیگه در ارتباط بوده قطعاً چنین جدا رو یاد گرفته اه. و قطعاً هم های مختلف ها هم یاد می‌گیره مثلا یکی از دوستای ما بود در آمریکا زندگی می‌کرد خودشان های مختلف ها صحبت می‌کردند حالا زبان انگلیسی رو خوب یاد میگیره گفتی خب جامعه جامعه مثلا آمریکا حذیج خب همه صحبت انگلیسی میکنن محیط محیط انگلیسی صحبت میکنن پس نیاز نیست که بیشتر تمرکز بالای زبان انگلیسی بکنم همین زبان پشتو همین زبان داری کشور خود که یاد بگیره آسان تر برش میشه دقیق تاثیر گذاری کودکستان مکتب چقدر مهم. محصر واقع میشه برای اطفال بله, بله, بله. نهاد بعدی از خانواده و محیط حالا مکتب و بله. مدرسه و کودکستان می که قطعا تاثیر گذار است مثلا ما در قسمت یادگیری زبان اگر ما بیان داشته باشیم یا بحث بکنیم چهره به چهره خیلی راحت تر است از این که مثلا حالا بیشتر اوقات شما مثلا غیر حضوری تدریس بکنین غیر حضوری یاد بگیرین چهره به چهره و با طفل بشینیم صحبت بکنیم چهره به چهره قطعا تاثیرگذاری بیشتر است حالا که اگر مثلا به شکل پرفکت و مکمل و کامپلیتلی یاد نگیرن ولی میتونن به شکل بسیار خوب آماده شوند سلول های مغزی اینا آماده شون که وقت بزرگ به شکل بسیار درست یاد بگیرن پس مدرسه مکتب کودکسان خیلی ها کمک میکنن و اگر خوب محیط باشه مثلا مدرسه استادای ما یا اساتید بزرگوار ما خوب تربیت بکنند خوب زحمت بکشن خوب تلاش بکنن قطعا کمک بسیار زیاد میکنه به کودکان بره. و قطعا کودکان را کاملا آماده میسازه که با زبان های مختلف صحبت و ده ده ده. تکلم کنند نکات خوب را اشاره کردیم به سوال می میخوایم کسایی که عقده ای برخورد میکنن طبعا از ما کودکی و طفولیت عقده بدل هستن زمانی که بزرگ هم میشن میگن یک رگ دیوانگی و همو ریشه باقی مانده که چیگونه بتونه همون زهر خود به یک هم نو خود برسند قطعا کسانی که امروز اقدایی برخورد میکنن کسانی که امروز عصبی هستند و بیشتر اوقات اینا بالاخره در اجتماع به او شکل که باید برخورد بکنن نمیکنن قطعا تاثیر گذاری از دوران طفولیت است غلط تربیت شدن در خانواده پدر مادر متواجه اینا نبوده فقط گذاشتن که بزرگ شوان اصلا یک پروسی تربیتی غلط است وزنش از زمین مر داره و روزیش خدا این دو تا کلمه متاسفانه نمی رواج هر کس همین صحبت هم میکنه اما اما باید این صحبت نباشه یک طفلی که امروز غلط تربیت شده از دوران طفولیت مقصر پدر بوده مقصر مادر امه. بوده خودش یاد نگرفته خودش دنبال این رفته که یاد بگیره و امروز طفلش بزرگ شده و امروز عقده‌ای برخورد میکنه چون در دوران طفولیت عزت نفسش ضربه خورده چون در دوران طفولیت مقصر دانسته شده احساس گناه پیدا کرده اینا رو تحقیر و توهین و حالا مقصر در هر قضیه دانستن و اونم سبب شده که امروز بزرگ شده میخوان عقده خود خالی بکنن زیاد اتفاقات میخوایم مثلا نقطه‌ای برخورد بکنی در تو طفولیت که ما برخورد غلط شد ما باید با دیگران برخورد غلط کنیم لازم است نه خیر نه خیر لازم که نیست ولی ما میخوایم از همه دوستایی که حالا اونا تصمیم میگیرن ازدواج بکنن باید حداقل یک جلد کتاب دو جلد کتاب یک مقاله مطالعه بکنن در قسمت تربیت کودکان خیلی عالی سپاسگزار هستم به خاطر لوش میرم شما سعی کنید کردین کم دیرتر اومدین ما مشتاق وای بودیم که در تایم میرسید زیادتر صحبت های ما باقی امان ان شاء الله که برنامه بعدی هم می داشته باشیم تا موفق باشین سپاس سپاس انتونان از شما ایزا هم که بینیده ای صحب زندگی از این و دوباره برمیگردیم ما را همراه باشید